گر نبودی در جان امکان گفت که توانستی گل معنا شکافت. اولا خوشبختانه دکتر سلیمپور از راه رسیدن از نیس آمدن جنوب فرانسه. قبل راجع به چی با ما صحبت بکنن؟ امین الله حسین. چرا؟ چون روس‌ها از یک طرف، آذری‌ها یعنی جمهوری آذربایجان از طرف دیگه مدعی شدن که امین الله حسین آذری تباره، یعنی متعلق به اصطلاح آذربایجان شمالی است. روس‌ها مدعی شدن که نه، او روسه، روس تبار. دوست او یعنی آقای دکتر سلیمپور، روان پزشک و رئیس ارکستر سمفونی بزرگ نیس و همینطور مدیر انجمن فرهنگی ایران و فرانسه، ببینیم در این زمینه به ما چه خواهند گفت. خوشبختانه از راه رسیدن الان در اتاق فرمان هستن. اما قبل از اون اجازه ببینیم به مصر دوباره، بحث جالبی که دکتر حسام نوذری اون رو گشوده و به نظر من با تحقیقات بیشتری هم در این زمینه صورت بگیره. ما باید تاریخ رو دوباره بنویسیم. واقعیت اینه نه فقط مربوط به مملکت و میهن خودمون، حتی مربوط به دیگر ملل. ما باید آشنایی ژرف‌تری نسبت به تاریخ جهان داشته باشیم. متاسفانه تاریخ اغلب به ما دروغ گفته، اغلب. اما یکی از پرسش‌هایی که دیدم در شبکه‌های اجتماعی مطرح شده بعد از فتح باب قضیه، پرسشی از دکتر نوذری که علل اصول چگونه مصری‌ها اجساد رو مومیایی می‌کردن، روششون به چه سان بوده. ما روش ایرانی‌ها رو می‌شناسیم در یه دوره‌ای که تقریبا میشه گفت مومیایی کردن به در منطقه فارس باب شده بود بین طبقه اشراف و دربار، ولی در مصر که امر عادی بوده. درود بر شما. درود بر شما. خوش آمدی. درست گفتم. میلیون ها ما چی داریم؟ مومیایی داریم نیست در مصر؟ ما فقط در یک منطقه در مصر 4 میلیون مومیایی از حیوانات داریم. 4 میلیون از حیوانات. و در یک منطقه دیگه حدود 300 کیلومتری قاهره اخیراً 500 هزار مومیایی از حیوانات. خیلی. اما در مورد انسان‌ها به مراتب بیشتر. یعنی این نشانه عشق و علاقه و احترام اونها بوده علل اصول به نظام طبیعت و همینطور پدیده‌های طبیعی از جمله پرندگان، حیوانات مختلف یا آبزیانی که در رودخانه نیل زندگی می‌کردن و ما از اونها مومیایی بسیار داریم. خب به چه قصدی اینا رو مومیایی می‌کرد؟ تقدس مصر باستان هدیه‌های زیادی به بشریت داده. قبول. احترام به زن. زن حق طلاق داشته، زن حق ارث برابر داشته، به مقام فرعون میرسه زن، 7 زن مصر، وزارت، مزرعه داری، کشاورزی، ماهیگیری، عطرفروشی، خانه های مد در مصر باستان. طبابت چی؟ همینطور طبابت. مثل کلوپاترا یک فرعون مصر هست، اما ما یک کلوپاترا هم داریم یکی دیگه پزشک هست. پس یک کلوپاترای پزشک داریم، یک کلوپاترای داریم که پزشک بوده، یک پزشک سرشناس. این مال چقدری بوده کلوپاترای پزشک؟ 1800 سال پیش. 1800 سال پیش. بله. اما پزشکان دیگه داریم مربوط به حدود 4700 سال پیش. مثل مریپتا، اون هم یک زن هست. احترام به حیوانات. چقدر جالب. حیوان مقام مهمی در مصر باستان داره. حیوان یک وسیله بازی نیست. مصری ها این سوال رو از خودشون میکنند که واسه چی ما کروکودیل داریم، تمساح داریم رود نیل؟ حتما دلیلی داره. با تفسش کرد. درسته که به ما حمله میکنه. درسته که هر سال قربانی های زیادی رو از ما میگیره، اما وجودش حتما لازم هست. یک پیامی هست از خدایان و تصمیم میگیرن در طول قرنها این رو تعریف کنن و خب مینویسن، نقاشی میکنن و الان در اختیار ماست. یا همینطور اسب آبی، همینطور شیر، شاهین، گربه وحشی در هنر هم تقدیس میشد. مثلا در مجسمه سازی اغلب ترکیب انسان و حیوان زیاده. همینطور هست نیست؟ و بعد در موسیقی، در ادبیات، در شعر مصر باستان، در معماری و در پزشکی، در علم تشریح و حالا میرسیم به مومیایی که سوال شماست. امروز سوال ما مومیاییه.
چگونه مومیایی میکرد؟ اول مومیایی یکی از بزرگترین خدمات مصر باستان به بشریت است. مصر باستان از طریق مومیایی به بدن انسان ما رو آشنا میکنه. مصری ها متوجه میشن که وقتی که جسد در بیابان هست و نمک اون رو محاصره کرده، یعنی در یه شورزار اگر جسدی باشه این جسد خشک میشه، آبش رو از دست میده، عفونت نمیکنه وقتی آبش و بیشتر میمونه وقتی آبش از دست میده. و اینها تصمیم میگیرن به جای اینکه از حرارت استفاده کنند، خب بیان از نمک استفاده کنند و آب بدن رو بگیرن، چون آب بدن که از بین بره اولین شرط هست برای حفظ اون دقیقاً اون بدن، یعنی عامل عفونت از بین میره وقتی شما آب بدن رو میکشید. همینطور هست. بسیار عالی. به مدت 40 روز جسد نمک دورش ریخته شد. 40 روز در نمک میخوابوندن. 40 روز در نمک میخوابوندن. 40. بله. ما نمک داشتیم، نمک های مختلف که دارای سدیم هستند. نمک جوش شیرین، نمک با گوگرد، نمک با کربنات سدیم. که این آب رو میکشه. خب بعد از 40 روز حالا شما احشاه رو دارید. اما احشاه رو اونها در داخل بدن هستند و اونها میتونند از بین برند، نرم هستند. درست. مثل ریه، مثل دستگاه گوارش، روده. اینا رو میکشن بیرون. از 3 طریق احشار از بدن خارج میکنند. یکی در طرف چپ بدن یک برش کوتاه میدن در میانه بدن که بتونن از این طریق وارد بدن بشن، ریه رو خارج کنن، کلیه رو خارج کنن، جگر رو خارج کنن. پس آناتومی رو بلد بودن حسابی. به همین دلیل هست که ایمهوتپ پدر پزشکی جهان 2000 سال بعد یونانی ها از اون به عنوان کسی یاد میکنن که خود هیپوکرات پدر پزشکی یونان میگه که من روی شونه های ایمهوتپ ایستادم. جالبه. بکنی سقراط خودش رو زاده او میداره یا در دست کم شاگرد او 2000 سال بعد. یا جالب بوده این همه شناختی که از آناتومی بدن داشتن رو در اون انسان. با وجود که یونان پیشرفت زیادی میکنه در علم پزشکی، اما به پای مصر باستان هیچ وقت نمیرسن. ما بایستی صبر بکنیم تا اروپا سده های میانه رو پشت سر بگذاره تا یواش یواش یک جورای نزدیک بشن به مصر باستان، یعنی بعد از قرون باستان یواش یواش نزدیک. چون شما برای مثال در اروپا حتی در فرانسه در آلمان مریض رو عملهای نامؤثر میکردن بدون اینکه اونها رو بی‌حس کنند، چون امکان این کار رو نداشتن، در حالی که در مصر باستان هم ما بی‌حسی موضعی داشتیم، هم از طریق تنباکوی وحشی هم از طریق خشخاش بی‌حسی های مهمتر که مریض درد حس نکنه. در که در اروپا نداشتیم. نه، حتی در آمریکا هم در دوره هم نداشتیم. نداشتیم. نه. یعنی همیشه بیماران مبتلا به اصطلاح امراض عفونی باید درد رو تحمل میکنن، چون چیزی نبود که اونا رو ساکت بکنه. نیست. بله. لوی 14 تقریبا دندونها و استخونش رو میکشن. درست. چون بیماری داشته، ناراحتی داشته، اطلاعات کم بوده، یعنی یک آدم با قدرت لوی اون هم در امان نبوده. یا جورج واشنگتن که دندونهاش رو دونه بدونه از دست میده در سن خیلی کم و همه بدون بیهسی. بیچاره. و خب چه دردی کشیده. و شما میدونید چند سال درازا کشیده ولی جورج واشنگتن حتی روزی که مراسم سوگند رو به یاد میکنه فقط 1 دندون در دهنش بوده. بچه. وقتی که در مراسم ضیافتهایی که شرکت میکرده غذا رو در دهانش میگذاشته و بعد به پنجره نزدیک میشده غذا رو خارج میکرده اگر کسی نمیدیده. ولی درد رو تحمل میکرده. ولی مصری‌ها 4000 سال پیش مشکل رو حل کرده بودن. ببینید مصری‌ها پیشرفت زیادی میکنند، چون کار مصر حساب و کتاب داشته، یک سیستم در کار بوده و تشریح و مومیایی پا به پای هم پیش میره، یک جورایی لازم و ملزوم هم بوده. حالا میمونه مغز و قلب. برای خارج کردن مغز
یا پشت سر یک حفره ایجاد میکردن، یک حفره پشت سر. خب با قلاب وارد میشدن و مغز رو خارج میکردن. خب در بینی، بین بینی و بین مغز یک استخوان نازک هست، اتمویدش میگن. درست، یعنی دو این استخوان رو وسطو بله میشکستند، وارد مغز میشدن، با قلاب خارج میکردن از حفره بینی، از حفره بینی یا از حدقه چشم. آه. پس چشم هم بیرون میکرد. بله، بین حدقه چشم و مغز هم یک استخوان خیلی باریک هست که میشه اون رو راحت ترک داد، شکست و وارد مغز شد. حالا مصری های باستان همینطور فراینه معتقد بودند که این دنیا دنیای زودگذری هست، دنیای فانی است، دنیای فانی، دنیا جاوید بعده، دنیای باقی دنیای بعدی هست. اما از طرف دیگه گفته های بزرگان خودشون رو هم دنبال می کردن، مثل ایمهوتپ که خوب بیاشامید، خوب بخورید و شاد زندگی کنید، که این زندگی کوتاه مدت هست. بنابراین در این حالی که احترام داشتند به این دنیای حاضر، اما می دونستن که دنیای بعدی دنیای باقی هست و در دنیای باقی مغز شما به درد شما نمیخوره، دل شماست. دقیقا اون چیزی به کار شما میاد دل شما هست. بنابراین دل رو حفظ میکرد، بنابراین قلب رو که خارج میکردند و مراسم مومیایی رو اجرا میکردند که از بین نره، قلب رو بر میگردوندن به داخل بدن. اما فراعنه مصر برخلاف بقیه که مومیایی میشدن، دست هاشون رو به طور ضربه در روی سینه شون قرار میدادن، قرار میدادن، چون از قلبشون حفاظت کنند. حفاظت کنند، یعنی این قلب شماست که مهمترین عنصر در وجود شما هست که شما در دنیای باقی بهش احتیاج دارید. بهش احتیاج دارید. دنبال میکنیم گفتگو رو، همین گفتگو فوق العاده جالب با دکتر احسان نوذری. پس فردا رو از دست ندید و برنامه باشید دکتر نوذری. تا پس فردا. تا پس فردا. حالا شما همینانم اجازه که از بازارچه موسیقی عبور کنیم و برگردیم منزل، بعد دیدار با کی؟ دیدار با آقای مهندس شاهین نژاد، بعد دیدار با دکتر سلیم پور. خب همینان عزیزم، قوله‌های نفتی دنیا اکسان راجبه صحبت کردیم، بار گذشته رسیدیم منطقه‌ای که داعش درش بسیار فعاله، یعنی یک گروه آدمخوار تروریستی که امروز در عراق بسیار فعالن. اجازه که بریم به سراغ مهندس شاهین نژاد عزیز در ایالت نفتی تگزاس. درود بر شما مجددن آقای نژاد. درود بر شما جناب میبودی ارجمند، درود بر هموطنانم که در این لحظه بیننده ما هستن. خوشحالم که باز در خدمت هستیم. واقعا ما بسیار خوشحالیم. خب بار گذشته ما رو آشنا کردید با اکسان، یعنی یکی از نیرومندترین قولهای نفتی دنیا. آقای نژاد، برای یادآوری خواهش میکنم که اکسان رو با چند عدد و رقم مجددا به ما معرفی کنید. شرکت اکسان از نظر درآمد چیزی حدود 450-60 میلیارد دلار در سال گذشته درآمدش بوده آقای میبودی. البته این سود خالصش نبوده، ولی درآمدش از این نظر جز سه شرکت برتر امریکا بوده، نه شرکت های نفتی کلن. و شرکتی که به اندازه اکسان درآمدزایی کرده شرکت والمارته که میدونید حدود 50% به صدا عرضه مواد غذایی و موادی که برای خونه استفاده میشه رو داره. شرکت اکسان 6.3 میلیون بشکه در روز نفت پالایش میکنه که از این نظر به درستی میشه گفت بزرگترین پالایشگر جهانه. حدود 4 میلیون، معادل 4 میلیون بشکه در روز تولید داره، تولید نفت خام و گاز. یعنی نه تنها نفت خودش رو به بازار عرضه میکنه بعد از پالایش، بلکه نفت خام شرکت های دیگر رو هم تصفیه میکنه. 82,000 تا پرسنل داره در سراسر امریکا و البته در خارج از امریکا صاحب نفوذ بسیار زیادی هم هست و در درون امریکا هم که طبیعتاً لابیستای خودشو داره و بسیار اثرگذار رو تصمیم گیری های کنگره. یعنی در واقع
در بهترین وضع هم میانم، درآمد یک شرکت نفتی به نام اکسان به اندازه درآمد یک سرزمین نفتی مثل ایران، اونم طی 4 سال، 3 تا 4 سال، یعنی اکسان در یک سال به اندازه ایران 4 سال تولید درآمد میکنه. حیرت انگیز هستن، حیرت انگیز. به من بفرمایید که این بیشترین متخصصان ایرانی در کدام شرکت ها متمرکز شدن، یعنی شخصیت های نفتی منظورمه، داریم آماری؟ آقای میبودی، تقریبا تو شرکت های نفتی امریکایی و اروپایی ایرانی ها پخشن، پخشن عمدتا ایرانی ها، به خاطر اینکه کسانی که از ایران اومدن به دنبال رشته های فنی بودن عمدتا تو رشته های مهندسی و زمین شناسی هستن، تو شاید حقوق و حسابرسی و اینا امور مالی کمتر هستن. و من تقریبا میتونم بگم شرکتی نیست که شما در تگزاس وارد ساختمونش بشی و چندین ایرانی نبینید. چند وقت پیش آقای میبودی جالب بود، یه کنفرانسی بود، رفته بودیم برای کنفرانس، من از توی شرکتی که براش کار میکنم رفته بودم و توی کنفرانس سالونی که نشستیم حالت ورکشاپ بود، باید روی مطلبی بحث میکردیم، از 16 نفر 9 نفر ایرانی بودن. عجب. و خیلی جالب بود توی اون تنفسی که داشتیم، من به شوخی به دوستان گفتم بیایم با هم اینجا تو نشست فارسی حرف بزنیم، شاید اون 6-7 نفر دیگه هومسیک بشه تو مملکت خودشون. خب این باعث تأسف نیست که مثلا در شرکت نفت آدم های امروز حضور دارن در ایران که نه تخصصشون نفت بوده نه این کاره بودن، از جای دیگه اردن اینها رو در واقع منصوب کردن به مقامات مختلف و بعد این همه کارشناس بزرگ نفتی داریم ما بیرون از ایران و جالبه شماری از اینها بعد از انقلاب در ایران فارغ التحصیل شدن. بله؟ خیلی هاشون. خیلی هاشون. خیلی هاشون الان دانشگاه های امریکا در جاهایی که دانشکده نفت هست، مثل یونیورسیتی آف تگزاس، تگزاس یونیورسیتی، تگزاس A&M، در لویزیانا، در کلورادو اسکول آف ماینز، در اوکلاهوما، در خود کالیفرنیا، ما دانشجوانی داریم تو مقاطع فوق لیسانس و پی اچ دی که از ایران اومدن برای ادامه تحصیل، یعنی لیسانس رو گرفتن اومدن و اینا بلافاصله بعد از پایان اکثریتشون شروع میکنن رزومه برای شرکت های نفتی فرستادن که کار بگیرن و بمونن. و اینا خیلی هاشون زاده پس از انقلاب پربرکت اسلامی هستن. آقای بندس نژاد، این شرکت شل که بعد از اکسان نیرومندترینه، یک شرکت هلندی انگلیسیه؟ بله آقای میمودی، از این نظر هلندی انگلیسیه که شرکتی بود به نام شرکت رویال داچ، شرکتی هلندی بود. بله. و کارش در حقیقت تولید و اکتشاف نفت بود. موقعی که هلندی ها مشغول این صنعت بودن، همزمان در انگلستان شرکتی به نام شل بود که کارش ترانسپورتیشن بود، یعنی تانکر داشت مواد سوختی رو جابجا میکرد مثل نفت و گاز. و در حقیقت توی دوره اگه اشتباه نکنم اوایل همین سده 20 قرن 20 اینها دیدن که میتونن همدیگه رو کامل کنن و یه شرکتی که در هلند و تولید نفت میکنه، شرکتی که جابجایی مواد نفتی انجام میده، اینا هم ادغام شدن، رویال داچ شل تشکیل شد و بعد به مرور دیگه کمتر نام رویال داچ استفاده شد، شل بهش اطلاق شد. ولی دفتر مرکزی این شرکت در هلند، در آمستردام ها؟ نه در آمستردام نیست، در لاهه، در شهر کوچکی به نام قزوک، که این قزوک خیلی نزدیک به همون لاهه هست، نزدیک به لاهه هست. خب همین الان گفتگو با مهندس شاهین نژاد رو ادامه میدیم درباره قوله‌های نفتی. آقای نژاد، آقای سلیمپور از جنوب فرانسه آمدن، دوست امین الله حسین، که امروز به ما شهادت بدن که بابا اون چی که در این دانشنامه های آزاد روی اینترنت درباره تبار امین الله حسین گفته میشه نوع دزدی است، آدم دزدی به معنای واقعی کلمه. متأسفانه روس‌ها خیلی فعال شدن، کما اینکه در قطب شمال هم خیلی فعال در منطقه آرکتیس. یادم باشه با مهندس شاهین نژاد بریم ببینیم این روس‌ها دارن چه میکنن در اونجا، چون اینجا سرزمین های بی صاحب دیگه، روسا دارن سعی میکنن که بخش های عظیمی از مناطق قدس شما رو تصرف بکنن، یه رقابت عظیمه.
گفتگو رو پی میگیریم. موافقت بریم سراغ آقای سلیم پور؟ حتما با کمال میل. ممنونم. همینم تا لحظات دیگه. این همه سند مدرک وجود داره درباره تبار ایرانی امین الله حسین که فرانسویش میگن آندره حسین، پدر روبر حسین و همشه معروف، سازنده فیلم میزراب، سازنده ده ها تئاتر، ده ها کار سینمایی، یکی از معروفترین سینماگران بعد از جنگ دوم جهان. نگاه کنید مجموعه آثار روس. بعد بیان ادعا بکنن که او تبار روسه. این دست دست آقای سلیم پوره. درود بر شما آقای سلیم پور، دست بدی. درود بر شما آقای میبودی، سپاسگزارم. و درود درود بر بینندگان تلویزیون ایران فردا. ایران فردا، خیلی از شما سپاسگزار هستم که به بنده لطف کردی تشریف که خدمت شما برسم. با خیلی خوشحالی. شما جنوب فرانسه زندگی میکنید؟ بله بله، در نیس زندگی میکنم و در ولی در پاریس افتخار آشنایی با امین الله حسین رو پیدا کردم. شما متأثر میشید وقتی روس ها مدعی هستن که امین الله حسین تبار روس داره و ما نفهمیم به چه علت آخه میگن؟ چون اهل خراسان بزرگه. متأثر شاید، ولی هیچ ناراحت نمیشم برای اینکه سخنان امین الله حسینی که من شنیدم. کجا بود؟ کجا زندگی میکرد؟ ایشون در پاریس، در یک از حومه پاریس مدت حومه بود؟ بله بله. نوی؟ نبود نوی نبود نه خیر، یک مدتی در مومغانسی و یک مدتی هم در اسمش حالا یادم رفته، در دو تا از نواحی دور پاریس زندگی میکرد که من در هر دو منزلش البته میرفتم. بله. تنها زندگی من یا با همسرش؟ با همسرش. همسرش ولی روس بود. همسرش روسی. شاید به این علتی که چون همسرش روس بوده میخوان او رو. بله ولی خیلی ساده است. اولا آثار امین الله حسین گواه بر ایرانی بودن ما هست. شما اگر سمفونی پرسپولیس، نمیگم مینیاتورهای ایران که اسمش هست، ولی پرسپولیس یا آریا، هر کدام از این سمفونی ها رو گوش بدید، به قول خود امین الله حسین در اول بزرگی و عظمت ایران باستان رو توصیف میکنه، در قسمت دوم این سمفونی هاش همیشه مثل اینکه اشک میریزه، گریه میکنه بر زوال و ویران شدن ایران و فرهنگ ایران، و همیشه سمفونی هاش با امید پایان میرسه، یعنی امید به رستاخیز و امید به دوباره زنده شدن، برای بازگشت فرهنگ ایران و ایرانی. افتخار او ایرانی بودنش بود، همیشه میگفت و همطور که عرض کردم در آثارش پیداست. و از اون مهمتر، بیاد دارم موقعی که از ایران برگشت، که قبلا اجازه بدید من باید انصافا بگم که رفتن ایشون به ایران در اثر همکاری خانم نسرین و همسر ایشون پرویز خانساری و پرویز عدل صورت گرفت که شهبانو فرح از ایشون دعوت کرد. بله. خب با خاطر خوش برگشت از ایران میگم جمله‌ای که گفت من با گوش خودم شنیدم، گفت سلیم پور میدونی الان من اون چیزی رو که یک عمر آرزوش رو داشتم بشرسیدم. من الان اگه بمیرم دیگه مهم نیست، گرچه دلم میخواد فرصتی داشته باشم که یک اوراتوریو به اسم سهراب و رستم و سهراب رو به وجود بیارم. آرزوش این بود که رستم و سهراب رو به وجود بیاره و دولت ایران، یعنی انجمن فرح پهلوی، به ایشون دستور این سفارش شده بود. متاسفانه همینطور که میتونید تصورش رو بکنید، وقتی انقلاب شد دیگه این دستورها به هم خورد، ایشون نتونست و عمرش وفا نکرد. آخه غمگین شد. بله از این اتفاقاتی که افتاده. متاسفانه. آقای دکتر عزیزالله سلیم پور،
شما بچه کجا هستی؟ بنده بچه اصفهانم، ولی اگر اجازه بدید میخواستم این جمله رو دوباره تکرار کنم که امین الله حسین میگفت من ایران را اونطور که دلم میخواست دیدم و اونطور که دلم میخواست از من پذیرایی شد. من خودم را این دفعه واقعا تونستم در مملکت و کشور خودم حس کنم. الان اگر ببینم مهم نیست، ولی همطور که گفتم دلش میخواست اوراتوریوی رستم و سهراب رو بوجود بنده قرون بشه اصفهانم. کدام کوچه؟ کدام خیابون؟ چهارباغ، کوچه جهانارا. کوچه جهانارا، کوچه جهانارا که عموده بر چهارباغ، همینطور که فرمودید. و من در کودکستان شاپور میرفتم، بعد از کودکستان دبستان دولتی شمس که اگر چیزی هست همه به خاطرتون هست. بعد از 50 سال از ایران دورید؟ اوه خیلی بیشتر. بنده الان چیش رفتید جنوب فرانسه؟ والا بنده اگر بگید چطور شد رفتم فرانسه، میگم برای اینکه خب برای تحصیل. بعدن تحصیلاتم رو که در مارسی تمام کردم، باعث بود یک مسابقه بدیم که بتونیم شهر انترنامون رو انتخاب بکنیم، و خوشبختانه من موقعیتم طوری بود که میتونستم نیست رو انتخاب بکنم. نیست رو انتخاب کردیم. بله بله. خب ویولون رو در اصفهان یاد گرفتی؟ ویولون رو در اصفهان. و الان سولیست هم هستی نیست در ارکستر سمفونی؟ سولیست در بعضی مواقع هستم، ولی یه جایی دیدم کلی که اجرا میکنی. بله ولی به طور کلی که رهبر بعضی وقتا چپ چپ نگاهتون میکنه. بله که اون رهبر کوچکترین اشتباه نمیبره. بله ما شما سختگیرتره. عجب دیکتاتوری این رهبر رو نیست. نمیشه گفت دیکتاتور. بالاخره با اگه دیکتاتوری نباشه سر اینا نمیشه کنترل کرد. آخر آقای میبویی خود شما در دیسیپلین دارید، در کار خود شما چقدر میشه گفت سختگیر هستید، ولی اگر این سختگیری نبود، اگر این سختگیری نبود قربون شما کیفیت برنامه شما اینطور نمیشد که در تمام اروپا تا اونجایی که من میدونم خود در خود مثلا فرانسه و در آسیا برنامه شما رو گوش بدن. این سختگیری کیفیت برنامه شما رو خوشحال خوشحالم نمیشتم. خب جناب به من اول به من بگید معلمتون کی بوده؟ معلم ویولون، چون خیلی مهمه. بالاخره استاد شما بوده. اولین معلم من واقعا برادرم دکتر رالف سلیمپور که الان در لس آنجلس هست. ایشون اولین معلم ویولون. بله بله. خب دومیش یک ارمنی خدا رحمتش کنه اگر رفته، به اسم بیوزان در جلفا که محله ارمنی نشین اصفهان بود، ایشون اولین معلم بسیار طولانی من بود و بعد از اون دیگه خوب در تهران. بله. شما من وقت خواستید برید پلو بیوزان برای همین یادگیری ویولون، یک دوریالی به شما میدن، سوار اتوبوس میشید برید، ولی شما دوریالی میگوشید جیبتون، تو راه حلوا میخریدید. حلوا چوبه. حلوا چوبه. پیاده میرن. حلوا چوبه ها. بهش میگن حلوا چوبه، یعنی یه در حقیقت یه گزی بود که از گزهای خوب اصفهان کیفیتش خیلی پایین‌تر بود. من یه برنامه‌ای دیدم، نواری ویدیو کلیپی بود، این ارکستر بزرگ روز نوروز فکر کنید در نیس شخصیت‌های فرانسوی ردیف نشستن، این ارکستر داره آثاری اجرا میکنه، همه در رأس ایران و نوروز، و اون لابلادی هم آقای دکتر عزیزالله سلیمپور هم نشستن، و یه ایرانی دیگه هم کنار شما بود. اون کی بود؟ دو نفر ایرانی. یکی برادرم جوزف سلیمپور. پس دو تا عضو داره این ارکستر بزرگ. جمعاً چند نفرید؟ 70 60 نفر؟ 65 نفر. 65. و یکی آقای دکتر الی گبایی که ایشون تنبک میزنه و بسیار باهنره و واقعا قشنگ میزنه. البته در کنسرت هایی که برای نوروز ما درست میکنیم از هنرمندان دیگر ایران هم استفاده میکنیم، همینطور که مثلا یک دختر خانومی که بسیار زیبا میرقصه به نام فرشته نصر که واقعا فرشته آسا میرقصه. آفرین. ولی آفرین که ایران رو فراموش نکردی، با اینکه بیش از نیم قرن از ایران دور هستی، ولی کماکان به ایران وفادار موندید. خیلی خوبه. مگر آدم مادر و پرشو میشه برموش کنه؟ واقعا نه. امیانان هم در برنامه آینده گفتگو بنو دنبال میکنیم با آقای سلیمپور عزیز. اجازه بدید که یک کار مشترک با در نیست رو به هم ببینیم. Thank you.
خداحافظ شما. تشکر میکنم از امیر درخشان عزیز بابت کارگردانی برنامه. تشکر میکنم از دکتر حسام نوذری.